تاکید رو رعایت نمی‌کنیم؟ چرا وقتی وارد خونه میشیم بچه‌ها میان جلو که بابا یه وقتی یه چیزی تو دستشه، چرا مادرشون رو بغل نمی‌کنیم، یه چرخ بزنیم بذاریم بعد با هم بخندیم و این صحنه خدایی و فرشتگونه رو بچه‌ها ببینن؟ آقای شجاعی مرد، بچه های ما پرخاش رو خیلی دیدن، دعواهای پدر و مادر رو با همدیگه خیلی دیدن، توهین های این دوتا رو با همدیگه خیلی دیدن، درد دل های منفیه که مادر با بچهش کرده یا پدر با دخترش کرده بر علیه مادر رو و پدر رو خیلی دیدن، ولی عشق ورزی رو خیلی کم دیدن. برای همین ما جامعه خشن. من اعتراف میکنم آقای دکتر، شما که میفرمایید من تصویرش رو تو ذهنم میساختم. چقدر زیباست مرد وقتی میرسه دم در خونه، بعد از تماشای همسرش در آغوشش بکشه و دو تا جمله زیبا بهش بگه، مثلا شاهکاره. دخترش رو در آغوش سفت بهش بفشاره، ولی این مخصم میگن دختر وقت بغل میکنیم محکم که این احساس کنه پدرش حامیشه و حمایتش، پسر هم میکنه. اما چه اتفاق نمیفته؟ جهله، جهل. ما نمیدونیم که به چیا نمره بدیم. زندگیمون آقای شجاعی مرد خوشگل شده، خوشمزه نیست. بله. دنبال این هستیم که کاپشن فلان برند رو برای دخترمون بخریم، فکر میکنیم این یعنی صمیمیت. نه برادر، این صمیمیت نیست عزیز دلم. الهی قربون مردونگیت، الهی دور اون قاشقاشهای قلبت و روحت بگردم. من درکت میکنم، منم مثل تو هم، استاد شجاعی مهرم مثل ماست، همه مردایی که تو این سالن هستن و افتخارشون خدمت به شماست، ما همه مثل همین، ما گلادیاتورهایی هستیم که روحمون زخم میخوره از جفاها، از جهلها و نفهمیها، ولی ما پناه بچه هامون، ما پناه همسرمون، ما پناه دخترمون. اگه قرار باشه که تلخی که در بیرون بوده رو امروز به روح اونا منتقل بکنیم، قبول کن که جفاست، قبول کن که ظلمه، پس ببینش، پس بغلش کن، پس دستشو بگیر، پس دستشو ببوس، دستشو ببوس، لطفاً دستشو ببوس. بذار این انرژی منتقل بشه. این جهل، این خرافات کجا بوده؟ پیامبر ما میره دست حضرت زهرا سلام الله علیها رو میبوسه، علی تو خونه در کارهای خونه انقدر کمک میکنه که وقتی پیامبر میبینه میفرماید علی به جلالت خداوند قسم و به رسالتم قسم، اینو تو بهار الانوار بری پیدا کنی، میگه به رسالتم قسم و به جلالتم قسم کاری که تو میکنی ثواب هزار شهید رو داره. صرف شستن یک حالت سمبولیکه، نمادینه، داری به بچه ها تربیت یاد میدی، داری به خانم خونه میگی ما دوتا با هم برابریم، هیچ تفکیک جنسیتی و شأن جنسیتی وجود نداره، ما هر دوتا برای یه هدف مشترک که تربیت فرزندان صالح و تقدیم کردنش به ایران بزرگه داریم تلاش میکنیم. آی شجر من سوال این، آی دکتر خیلی خوبه واقعا، اینجا الان شما در واقع این مطلب رو کاملا در ذهن همه کاشتی، میخواد این کارو بکنه، اما یک وحشت، یک تابو، یک غرور، یک من نمیدونم چی بزنم، اجازه بهش نمیده. از کجا شروع کنه و چجوری این شخصیت خودش رو نرم کنه که بتونه این محبت رو، این عشق رو، این دستبوسی رو برای بزرگتر خودش، برای همسر خودش، حتی برای دختر خودش داشته باشه؟ ما مردا چون یاد ندادن بهمون، چون یاد نگرفتیم، سختمونه. یاد نگرفتیم. یاد ندادن. ولی آقای شجاعی میدونی درسته. استاد شجاعی من میدونی حرفای من درسته، میدونی باید اجراش بکن، میدونی 100%. همه مردایی هم که دارن الان تصویر ما رو میبینن میدونن درسته، فقط شجاعت میخواد. میگی چطوری؟ من میگم از کم شروع کنید. همین الان برنامه رو اگر دیدی یه پیامک بزن به همسرت و بگو دوستت. به چقدر زیبا با یک پیامک آغاز کنید، یک پیامک به همسرتون بدید و احساستون رو نسبت به ایشون بیان کنید. ما دیگه لحظه آخره، 30 ثانیه من وقت اضافه تر میگیرم از دوستان که بگه فرمایش دارید بونه پاسخ. یکی دیگه هم میگیم، میگن صمیمیت. قربون صدقه خانمو برید به زیباترین الفاظ صداشون بکنید. طاووس خرامان زندگیم، الهی قربونت برم، این لباس صورتی چقدر بهت میاد، چقدر ماه شدی، رنگ موات چقدر بهت میاد، تو رو خدا اینو یه مدتی تکرار کن، دوست دارم اینجوری ببینم. آدمو دوست دارن، خانم ها دوست دارن ازشون تعریف بکنید. صمیمیت، تعریف و زیبا صدا کرد. دست شما درد نکنه. بسیار متشکرم و سپاسگزارم از آقای دکتر نبی، روانشناس، استاد محترم دانشگاه و متخصص مشاوره که محبت میکنند و قدم به چشمون میزنند و خیلی کیف میکنند.